در حالی که همه سردمداران رژیم آخوندی از پیشرفت‌های گسترده علمی در دانشگاه‌ها دروغ میگن، شاهد سقوط بیش از پیش سطح علمی دانشگاه‌های ایران هستیم. به طوری که مؤسس اسنکیو دانشگاه صنعتی شریف رو در رده 600 دانشگاه‌های برتر جهان رده‌بندی کرد. لازم به ذکر که تعداد دانشگاه‌های برتر جهان تنها 700 دانشگاه. با فضای سرکوب و خفقانی که در دانشگاه توسط مزدوران رژیم حاکم شده، چنین نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. دانشجویان از حداقل امکانات صنفی هم برخوردار نیستند، چه برسه به امکانات علمی و تحقیقاتی. اجازه بدیم گزارش کوتاهی از دانشگاه صنعتی شریف رو با هم ببینیم. بعد از قیام‌های سال 88 به تدریج دوربین‌های کنترلی مداربسته توسط حراست در دانشگاه افزایش یافت، به طوری که در سلف غذاخوری، کتابخانه‌ها، سالن‌ها و حتی باشگاه‌های خوابگاه‌ها نیز دوربین نصب شده است. هر بار که در سطح دانشگاه اعتراضی صورت گیرد، حراست ماموران دوربین به دستش را راهی صحنه می‌کند. یکی دیگر از مشکلات امسال دانشجویان اسکان آنها در خوابگاه‌ها بود. خوابگاه‌ها ظرفیت تعداد دانشجویان پذیرفته شده را نداشتند. بسیاری از دانشجویان، خصوصاً دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بلا تکلیف بودند و یا در اتاق‌های پرجمعیت اسکان داده شده بودند. بین دانشجویان رسم بر این بود که به مناسبت‌های مختلف مثل روز معلم و گرامی داشت استاد، شب یلدا، ورود دانشجویان جدید الورود، نوروز یا مناسبت‌های دیگر جشن‌هایی برگزار می‌کردند. اما امسال تقریباً هیچ جشنی برگزار نشد، چرا که با تغییر رئیس دانشگاه دیگر مجوز داده نمی‌شود و تمام بودجه فرهنگی دانشگاه صرف بسیج و برنامه‌های آنها می‌شود. امسال قیمت غذای دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف حدود 3 برابر شده، در حالی که کیفیت آن نسبت به سالهای پیش تغییری نکرده. دانشجویان خوابگاهی از یک سهمیه ماهانه صبحانه برخوردارند که معمولاً با تأخیرهای 1 ماهه یا 2 ماهه تحویل داده می شود و بعضاً ناقص است، به طوری که شورای صنفی خوابگاه اعلام کرد دانشجویان از تحویل گیری صبحانه به نشانه اعتراض خودداری کنند. در رابطه با مشکل امنیت مسیر دانشگاه به خوابگاه ها چندین سال است که موضوع مورد بحث قرار می گیرد، ولی هیچ کس پاسخگو نیست. بارها در این مسیر از دانشجویان زورگیری شده، اما وقتی این موضوع در نشست دانشجویان با مسئولین دانشگاه مطرح شد، با این جمله روبرو شدیم: دانشگاه بودجه کافی برای افزایش امنیت این مسیرها و یا برقراری سرویس در این مسیر را ندارد. در مورد تفکیک جنسیتی نیز گفتنی است که امسال برای اولین بار در شروع ترم جدید کلاس ریاضی ورودی های جدید را جداگانه برگزار کردند، به طوری که اگر فردی در کلاس مربوط به جنسیت خودش ثبت نام نمی کرد، آن درس به صورت خودکار از آموزش وی حذف می شد. در ضمن این جداسازی باعث شده بود که میانگین کلاس ها با هم اختلاف شدیدی داشته باشد. این امر نیز باعث نارضایتی دانشجویان و اساتید شده است.